برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح ایران همکارم محمد رهبر در استودیو به ما پیوستن. بپردازیم به این موضوع که می‌بینیم که مذاکرات هسته‌ای ایران داره در سایه جنگ بین روسیه و اوکراین پیش میره. بی تأثیر نبوده این حمله روسیه به اوکراین بر سیاست خارجی ایران. می‌بینیم دچار یک نوع سردرگمی شده سیاست ایران. کمی بیشتر برامون توضیح میدین که چطور داره این موضوع پیش میره؟ روزنامه‌ها چطور به این موضوع پرداختن؟ حرف راست این که سیاست خارجی ایران به نوعی سیاست خیابانی و هرزگرده. مثل این میمونه که یک نفر خانواده و اهل خانه رو و مساله اونها رو رها بکنه، بیفته دنبال اوباش محل، چاقوکش ها و فریب هم بخوره. به نظر میرسه که روزها در کل این دوره جدید مذاکرات هسته‌ای آقایون رو فریب دادن، مذاکرات رو طولانی کردن و به نظر نمیرسه که حمله به اوکراین رو یک شبه بهش رسیده باشن. ماها براش برنامه‌ریزی کردن، به اون فکر میکردن تا اینکه به این نتیجه رسیدن که حمله بکنن و کارت ایران رو هم در دست خودشون نگه داشتن. حالا که ورق برگشته، اتفاقا روس‌ها هم حرفشون دگرگون شده و کسانی که هوادار روسیه هستند هم حرفای روس‌ها رو تکرار می‌کنن. روزنامه کیهان رو مثلا نگاه بکنید و اون تیتر اولی که امروز زده، در حالی که همین هفته پیش قرار بودش که اتفاقات بیفته، توافقی حاصل بشه، حالا کیهان از این دفاع میکنه که بهتره که توافق نکنیم، توافق بدی در پیش هست. و البته در مورد اوکراین هم اظهار نظر کرده که گویا اصلا اوکراین مقصر هستش که الان داره بهش حمله میشه و همه چیز رو گردن ناتو انداختند و اینطوری واقعیت رو دگرگون میکنن. البته اگه بخوایم واقعیت دگرگون شده رو واقعا ببینیم، روزنامه جوان رو نگاه بکنیم ببینیم چه کرده. روزنامه سپاه هست، همه دنیا دارن عکسای این جنگ رو میزنن، اینها رفتن عکس سربازان آمریکایی و ناتو و اینها رو در آوردن، آدم فکر میکنه اینها حمله کردن به اوکراین. بعد بسیار دلنگران هستن که جنگ داره طولانی میشه، از مواضع غرب انتقاد کردن که چرا اسلحه به اوکراینیا میدین که بتونن مقاومت بکنن. آره، و روسیه مظلوم رو در موردش نوشتن که تحت تحریم قرار گرفته. واقعا اینطوریه. این روزنامه سپاه پاسداران هست و در مورد برادر بزرگتر که روسیه باشه سنگ تمام گذاشته. روزنامه شرق رو همین نگاهی بندازیم. روزنامه شرق امروز یک گزارش مانندی نوشته در مورد اینکه گویا مجاز نیست که اعتراض مردم به گوش روس‌ها برسه. حالا اگر سفارت انگلستان یا عربستان بود میتونستن برن و داخل بشن و فتحش بکنن، اما سفارت روسیه تحت تدابیر امنیتی شدید هست و کسی اون برا نمیتونه بره و اعتراضی بکنه. یک جسد گریخته در مقابل سفارت اوکراین جامعه مدنی توانست تا حدودی نشان بده که ایرانی ها مخالف این حمله وحشیانه هستند. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه جهان صنعت، که اتفاقا یه چیزی گفته خیلی جالبه. یه نویسنده‌ای دارن روزها در سایت اسپونتیک فارسی، برای اونجا می نویسه، ساژیان یه همچین اسمی داره، این خاورشناس هست و بعضا می نویسه. جالبه، از دیروز یک مقاله مفصلی رو اونجا منتشر کرده از همین ساژین و گفته که آقا این قرارداد به درد نمیخوره، معاهده وین فایده ای نداره، ایرانی ها باید به این فکر بکنن که دارن فریب میخورن، آمریکایی ها نمیخوان تحریم رو بردارن، تحریم نفتی هم 3 ماه تا 6 ماه بیشتر نمیخوان بردارن و در واقع مخاطب اصلیش هم رهبر جمهوری اسلامی و اصولگراها هستن تا اهداف روسیه تامین بشه و این مذاکره شکل نگیره و تحریم ها برداشته نشه و حالا که قرار همه تحریم بشن، همه با هم، هم روسیه هم ایران هم همه تحریم بشن. به روزنامه بعدی برسیم که روزنامه جمهوری اسلامی بود قبل از این، ولی خب من در مورد روزنامه جمهوری اسلامی صحبت بکنم که خیلی صریح اومده و گفته که خیلی شفاف هست که چه کسی به چه کسی حمله کرده، ولو اینکه اون می‌خواسته عضو ناتو بشه دلیلی برای این نبود که روس‌ها حمله بکنن. بعد شرحی داده از مظلمه روس‌ها نسبت به ایرانی‌ها و اینکه 200 سال گذشته را اگر بخوایم پیگیری بکنیم، سراسر رنج و عذابی است که روس‌ها به ما دادن و سرنوشت ما رو تغییر دادن و الان هم دارن همین کار رو انجام میدن. روزنامه آخر که مستقیم که برای مذاکره گذاشتن در حقیقت. حالا این روزنامه آفتاب رو من انتخاب کردم به خاطر حرفای آقای توکلی و در مورد فساد سیستماتیکی در ایران هست و چه شباهتی داره با اون مافیایی که در روسیه داره شکل میگیره. توکلی این رو تصریح کرده که ما داریم دچار فساد قانون میشیم، یعنی تمام دزدی‌ها داره قانونی میشه. طرف میاد میداند که اونجا یه تبصره براش در مجلس تصدیق میکنن که این بره دزدیشو انجام بده، دزدی قانونی میشه. دقیقا همون اتفاقی که در روسیه افتاده داره میفته در 10 سال اخیر به خصوص. ممنونم از شما محمد رهبر، اینجا در استودیو همراه ما بودیم.
اما در میانه این بخش خبری، همکارانم در بخش ورزش از تازه‌های اون برای شما خواهند گفت. سری می‌زنیم به دنیای ورزش، دوباره با شما خواهیم بود با ادامه مجموعه خبر نیمروزی.